بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان و بزرگواران بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با باغ بهشت دیگری در خدمت شما هستیم. موضوع مکان نمازگزار و اینکه چه شرایطی داره، احادیثی را در این رابطه از جناب استاد فدایی شنیدیم و اینکه چه فضیلت‌هایی داره نماز خوندن در مسجد و اماکن مقدسه و مراقد مشرفه اهل بیت علیهم السلام. امروز چند تا سوال در این رابطه از جناب استاد می‌پرسیم و اگر رسیدیم بحث اذان رو آغاز خواهیم کرد. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، به باغ بهشت فقه اهل بیت خوش آمدید. وارد برنامه میشیم با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. خب بزرگواران بیننده برنامه باغ بهشت، طبق معمول در خدمت جناب استاد آیت الله فدایی هستیم. حاج آقا عرض سلام دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بر شما و بر همه بینندگان عزیز. حاج آقا در برنامه گذشته ما یک سری سوالات شرعی داشتیم، یه سریشو پرسیدیم، یه سریاش موند. حالا قبل از اینکه این سوالات رو از شما بپرسم، میخواستم خواهش کنم برای شروع اگر مطلبی حدیثی تو ذهنتون هست استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. اسلام از اون زیبایی که داره مکان نمازگزار را با شرایطی که عرض شد مقید کرده که خود نماز کامل بشه و در زندگی انسان اثر خوبی و سعادت آور و خوشبختی را برای انسان داشته باشه. از جمله کتاب وسائل معروف، وسائل شیعه معروف، که فقها همه حدیث و روایات را به اون مراجعه میکنن، بعد از آنی که مکان نمازگزار را و بعضی از شرایطش را که خوندیم، بعضی روایتش را، به مناسبت اومده در این زمینه درباره منزل و منزل مسکونی و اینا هم روایاتی آورده. ما اکتفا میکنیم به یکی دو تا روایت که ببینیم حتی اسلام برای اینکه انسان چگونه خونش باشه، منزلی که توش سکونت میکنه چنوع باشه، کدومش سبب سعادت و اگر اونطور نبود سبب شقاوت انسان میشه. یعنی اسلام اینقدر برای انسان برنامه داره، اونم برنامه های زیبا که مطابق با عقل و فطرت انسان هست. لذا در این زمینه یکی دو تا روایت میخونیم. این روایت از آقا ابوالحسن علیه السلام هست.
سلام الله علیه. ابو الحسن در روایات اگر مطلق بود منظورش امام کاظم علیه السلام هست. سوال میشه عن فضل عیش دنیا، میفرم سوال میشه که ابن رسول الله از فضیلت و از زندگی، یعنی بهترین زندگی خوش در این دنیا با چی محقق میشه؟ زندگی خوش در این دنیا، یا به عبارت دیگر اینکه زندگی با راحتی و آسایش، این چی اون را محقق میکنه؟ حضرت دو چیز را معرفی میکنه. قال علیه السلام سعت المنزل و کثرت المحبین. دو تا عامل هست که عامل خوشبختی زندگی در این دنیا هست. یکی این که منزلش فراخ باشه، منزل فراخ، یعنی منزل بزرگی داشته. فراخ نه معنیش بزرگه، معنیش اینه که کوچک نباشه، کوچک نباشه، تنگ نباشه، حیات داشته باشه. لذا اگه شنیده باشین یه زمزمه هایی هست که ما بایستی برگردونیم معماری قدیم را. یه زمزمه ای الان هست و یه زمزمه خوبی هست، از حالت آپارتمانی خارج بشیم. خارج بشیم. چرا؟ چون الان میخونیم که اینا خیلی مذمت شده، باعث افسردگی میشه اصلا. لذا آقا امام کاظم علیه السلام در جواب این که چه عاملی زندگی انسان را با سعادت با خوشی در این دنیا قرار میده، حضرت دو چیز را اشاره میفرمان. یکی ساعت المنزل، منزلش فراخ باشه، حیات دلبازی داشته باشه، و کثرت المحبین، و اینکه دوستداران زیادی داشته باشه، مردم دوستش داشته باشه، مردم دوست. آخ ببینید چقدر این زیباست. آخ انسان بی خودی که مردم دوستش نمیدارن، از اخلاق میاد، از اخلاقش، رفتارش، از اینکه مؤدب به آداب اسلام باشه، از اینکه خوش برخورد با دیگران باشه، سلام کردن رو ترک نکنه، از اینکه بله سلام، که اصلا باید داریم کسی که سلام نکنه به هر کی که او را میبینه یا خودش او را میبینه، این بخیله، این آدم بخیلیه. و کرمش، جودش، یعنی این روایت جامع یک معانی بسیار زیادیه برای اینکه انسان با کمال باشه، با ادب باشه، برخوردش با محبت باشه نسبت به دیگران، با احترام باشه، اگه دست بازی داره، پولی داره، اموالی داره، دست باز باشه، به مردم رسیدگی کنه. خیلی جامعه. خلاصه هدف ما از این روایت همون سعت المنزله، که مکان انسانی که درش زندگی میکنه فراخ باشه. این یه روایت که سعادت زندگی را، یعنی زندگی دنیا را، خوشیش در این دو چیز حضرت فرمودن. یه روایت دیگه هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله، آقای امام صادق میفرماین قال رسول الله من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع. یکی از عوامل خوشبختی انسان، عامل خوشبختی انسان چی هست؟ میفرمایند اینکه منزلش فراخ باشه، جایی که درش سکونت میکنه فراخ باشه. این هم یک روایت. یه روایت دیگر هم هست. پس این یکی خوشی زندگی، یکی سعادت انسان، این دو مطلب. این مطلب سیوم یه مطلب دیگر میرسونه، و این روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن للمؤمن راحتون فی سعت المنزل. علامت راحتی و آسایش مؤمن اینه که خانه فراخ داشته باشه. پس سه تا عامل، یعنی سه چیز عامل مهمشون فراخی منزله: یکی خوشی زندگی، دو سعادت زندگی، سعادت انسان، و سه راحتی مؤمن در این هست. یکی دو تا روایت هم میخونیم در عکسش. این عکسش باز روایت از شخصیه که به نام معمر ابن خلاد هست. ایشون از امام کاظم علیه السلام
این روایت نقل میکنه خیلی زیباست و نشون میده ائمه سلام الله علیه چقدر مهربون بودن و میخواستن به ما یاد بدن اینجور کارها را. ایشون معمر ابن خلاد میگه که آقا امام کاظم علیه السلام اشترا دارن و امر مولا له ان يتحول الیها. یکی از خدمتگزاران آقا بودن، از اصحاب آقا بودن. آقا یک خانه فراخی خریدن، به اون شخص فرمودن برو تو اون منزل فراخ چون خونه تو فیقه، یعنی تنگه. اون آقا بهانه آورد، فقال قد احدث هذا الدار ابي، پدرم این منزل رو برای من تهیه کرده و ساخته، یعنی جورای یادگار پدرم. مثلا حضرت فرمودن اگه پدرت نادانی کرده و این خونه رو برای اینجوری تنگ و ترش ساخته، تو هم باید مثل اون نادان بشی، تو همین خونه زندگی بکنی، تو همین خونه زندگی. چقدر معناش، یعنی چقدر خونه تنگ، چقدر اهل بیت و اسلام برای راحتی انسان و بشر اهمیت قائل شدن. روایت دیگر هم بخونیم که از این باب خلاصیم بریم باب دیگه. روایت دیگر از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودن من شقاء العیش ضیق المنزل، از شقاوت و بدبختی زندگی اینه که خونه انسان که درش سکونت میکنه تنگ و ترش باشه، حیات نداشته باشه. این از بدبختی انسان هست، نه از خوشبختیه، از بدبختیه. لذا همون زمزمه‌ای که هست برای اینکه ما معماری‌های سابق رو احیا کنیم، واقعا این چیز خوبیه و مطلبه که اسلام روش تأکید میکنه. و الحمدلله زمین الارض لله، روایات داریم الارض لله ولمن عمر، زمین مال خداست برای کسی که اون را تعمیر کنه، البته با نظمی که بایستی باشه که چیز نشه، خرابکاری و اینها نشه، با نظمی که باشه مرتب بشه این مشکل حل میشه انشاءالله تعالی. خب احسان دو آقا با عزتون میخواستیم یک فاصله بگیریم، برگردیم ادامه مبحث رو در خدمتون هستیم. خب از زان بیننده برای فرج مولامون امام زمان 5 تا صلوات بفرستین تا ما برگردیم. خب اذان بیننده برنامه باغ بهشت در خدمتتون هستیم با مبحث مکان نمازگزار. حاج آقا می‌خواستم این سوال رو از شما بپرسم که مکان سجده چه فضیلتی داره و چه جور مکان‌هایی برای سجده بهتره؟ بله، این هم مسئله خوبیه و همونطور که عرض کردم به مناسبت بحث مکان نمازگزار، صاحب وسائل و فقهای بزرگ ما آمدن در مکانی که انسان درش سکونت میکنه بحث کردن که دو تا روایتشو خوندیم. سپس آمدن درباره مکانی که انسان سجدگاهش هست، سجده میکنه رو اون بحث کردن. و سجدگاه که انسان پیشانیش را روی اون میذاره، همون فرمایش پیغمبر که فرمودن خدا زمین را برای من سجدگاه، مسجدن، سجدگاه قرار داده و طهورن و طهارت و تمیزی که با تیمم انجام میشه. پس در مبحث مکان نمازگزار هم مکانی که انسان ساکن میشه درش بحث شد و هم مکانی که انسان پیشانیش را میگذاره. اینجا دو مطلب هست، یکی این که بهتر انسان سجدگاهش چی و کدوم زمین باشه، چه خاکی باشه، یکی اینکه برای چی رو خاک باشه.
چرا مثل مخالفین که رو هر چی شد سجده میکنن نیستیم. این مطلب اولش روایاتی در این زمینه هست، یکی دو تا روایتش رو میخونیم. یه روایتش اینه که میفرماین از آقا امام صادق علیه السلام هست، میفرماین از سجود و علا طین قبر الحسین علیه السلام ينور الأراضين السبعة ومن ينور الأراضين السبعة. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند اگر انسان سجدگاهش را مهر امام حسین، مهری که از خاک کربلا گرفته شده بح. و خاک کربلا هم طبق نظر آیت الله العظما حاج حسین صادق شیرازی کل کربلا است، که پنج فرسخ در پنج فرسخ چقدر، کل کربلا رو از هر جایش که خاک بگیرن اون خاک این خاصیت رو داره، حتی اگر سنگ باشه حالا بله. خاک نباشه بله. پس خاک کربلا این خصوصیت داره که آقا امام صادق می فرماین سجدگاه انسان خاک کربلا باشه، یونور و الالعراضین سبع، تا هفت طبقه زمین رو نورانی میکنه. چقدر این زیباست. بعد حضرت می فرمید من کانت معه سبح من طین قبر الحسین علیه السلام، اگه یه تسبیح هم داشته باشه که اون تسبیح تربت کربلا باشه، این کتب مسبحا و الم یسبح بها، گرچه شما سبحان الله نگید ولی همین که دستون باشه و دانه هاشو چیز کنید، دستتون باشه تسبیح، ثواب تسبیح براتون در نامه عمل می نویسن. یعنی اینقدر کربلا و خاک کربلا فضیلت. اینقدر فضیلت داره. این یه روایت. یه روایت دیگه هست، حضرت می فرماین یکی از اصحاب به نام معاویه بن عمار از اصحاب خوب حضرت هستن، ایشون میگن کان لی ابی عبدالله علیه السلام خریطة دیباج صفراء فيها تربت و ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خریطه به معنی اینکه یک دستمالی داشتن که این دستمالشون رنگش زرد بوده و خاک تربت کربلا درش بوده، و این که میگن خریطه جوریه که بعضی وقتا دیدین یک دستمالای هست که این دورش را توش نخ میدونن، بعد اینا که میکشن این میشه مثل یه بخچه میشه، بخچه مانند میشه، البته کوچیک ها نه بزرگ. این رو حضرت داشتن که درش خاک ابی عبدالله علیه السلام، خاک تربت کربلا بوده. فکان اذا حضرت الصلا، وقتی نماز، وقت نماز میشد روی اون سجده میکردن، بازش میکردن سجده. ثم قال علیه السلام، زیباست اینجا که آقا امام صادق علیه السلام می فرماید ان السجود على تربت ابي عبد الله الحسين علیه السلام يخرق الحجب السبع. این روایت می فرماید که سجده بر خاک تربت کربلا، خاک کربلا امام حسین، این هفت پرده آسمون را می شکافد، به معنی اینکه نماز قبول قرار میگیره، چون نماز آیه قرآن است که خدا عمل صالح را میبره بالا. این روایت میخواد بگه که سجده که روی تربت آقا امام حسین باشه این مورد قبول میشه که میره تا آسمان هفتم، همه حجاب ها را میشکافه و میره به اون عرش برسه، یخرق الحجب السبع. پس میبینید از یه طرف زمین را تا هفت طبقه نورانی میکنه، از یه طرف هم شعاع میده و میره بالا به هفت آسمون را میشکافه و میره. این چقدر عظمت داره واقعا. این هم یک روایت. چرا زمین کعبه یه همچین روایاتی دربارش نیومده؟ چرا زمین کربلا؟ این البته بحث مفصلی داره که خود زمین روایتی هست، خود زمین کربلا روایت داره که قطعی از بهشته، ازا اون قصه معروف هست که علامه بحرالعلوم بوده، کی بوده که یه شخص هندی بوده چی بوده، گفته من حسابایی بلدم که هر چی شما دستت بگیری مثلا میتونم بگم چیه،
که اون یک قطعه از تربت کربلا رو، یعنی یک مشت خاک کربلا رو میگیره، اون حساب میکنه، میگه متحیر میمونه. علامه بهش میگه چرا متحیری؟ میگه آخه من تو حسابم رسیدم این که تو یه مشتی از بهش دستت هست، اما تو این دنیا از چیزی از بهش نداریم. اون بهش میگه باری کلا تو تونستی به حساب بگی چی دستم، من دستم خاک کربلا، کربلا هم یک قطعه از بهشته، بذار روحت داره روز قیامت همین تو خاک کربلا با این وضعی که داره منتقلش میکنن به بهشت خاک کربلا. اللهم ارزق دان. بله، لذا اینقدر فضیلت داره. یکی هم اینکه شرافتی که امام حسین سلام الله علیه به تربت کربلا داده که خون پاکشون اونجا به حساب بدن مطهرشون در زمین کربلا خاک سپرده شد، خودش این مقام کربلا به خاطر آقا امام حسین سلام الله علیه. روایت دیگری میخونیم در این زمینه که میفرمایند کان صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام، لا یسجد الا على تربت الحسین علیه السلام تذللا لله و استکانتا الیه. آقا امام صادق علیه السلام سجده نمی کردن مگر بر تربت کربلا، تربت امام حسین علیه السلام، تذللا لله و استکانتا الیه، که اینم خودش با اینکه عظمت کربلا رو می رسونه و خاک کربلا رو، حکمت این که چرا به حساب روی خاک کربلا سجده می کردن، تذللا لله، تواضع برای خدا می کردن، پیشانی که بهترین جای انسان هست، این رو انسان روی خاک که پسترین چیز هست قرار برای خدا قرار بده، اونم خاک کربلا. این یک روایتی از آقا امام صادق علیه السلام برای اینکه چرا ما باید رو خاک سجده کنیم، چرا مثل مخالفین روی چیزهای دیگه فرش و اینا باطل سجده رو اونها. اینجا روایتش زیباست که آقا امام صادق علیه السلام شخصی معروف به نام هشام ابن حکم، شخصی که آقا امام صادق وقتی جوانم بود ولی انقدر ایشون با معرفت و سواد بلند، سواد زیاد، سواد خوبی داشته که با افرادی که بسیار در علم مثلا کلام و علم اون روز که بوده بحث میکرده، هیچ کس نمیتونست تو بحث او را غالب بشه حتما. لذا آقا امام صادق وقتی ایشون می آمدن حضرت پاهاشون پا می شدن، اینقدر شخص. وقتی این هشام می پرسه، چون اینا به دردش می خوره برای اینکه با مخالفین چون بحث می کرد اینا به دردش می خوره، از حضرت می پرسه که اخبرنی اما یجوز السجود علی و اما لا یجوز. آقا امام صادق به من خبر بدید که چه چیز میشه روش سجده کنیم، مکان پیشانی چیه و چه چیزی که اگر روش پیشانیمون گذاشتیم نمازمون قبول نیست. قال از سجود لا یجوز الا على الارض او على ما انبت الارض الا ما اکل او لبس. آقا امام صادق یه قاعده کلی دادن، خیلی هم قاعدهش روشنه زیبا، که سجود برای خدا جایز نیست مگر بر زمین و اون چه که از زمین میروید، اما به شرطی که لا یؤکل ولا یلبس، به شرطی که نخوردنی باشه، خوردنی نباشه و پوشیدنی هم نباشه، به این معنا که مثلا پنبه باشه که بعدن بشه نخش کرد و اینا، این طور نباشه. فقال له جعلت فداك ما الا في ذلك. خیلی زیبا، وقتی فهمید قاعده این که چه مکانی ما جایز سجده کنیم و نمازمون قبول میشه، وقت میپرسه علتش چیه که باید رو خاک یا اون چی که از خاک میرویه خوردنی نباشه و پوشیدنی نباشه. حضرت میفرماین لأن السجود خضوع لله عز و جل، چون سجده تواضع برای خداست. فلا ينبغي ان يكون على ما يأكل و يلبس، سزاوار نیست آدم بخواد برای خود تواضع کنه یه چیزی که پوشیدنیه یا خوردنیه سجده کنه. چرا؟ لأن ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون. ابناء دنیا یعنی اونایی که اهل دنیا هستن، اینا عبیدن، یعنی اونا تقریبا پرستش میکنن ملبوسات و مأکولات را،
یعنی چون شکم و پوشیدن و شکم همشون هست، رضا آقا تعبیر میکنه که اونا یه نوع پرستش میکنن. اهل دنیا مال و اون چه که میخورن و اون چه که میپوشن را اینا پرستش میکنن، اینا عبد اونها هستن، غلام اونها هستن. و ساجد فی سجودی فی عبادت الله عز و جل، و کسی که سجده میره نماز میخونه، این در عبادت خداست، نه در عبادت پوشاک و خوردنی ها. فلا ينبغي ان يعجب توفي سجودي على معبود ابناء الدنيا، پس جایز نیست برای کسی برای خدا داره سجده میکنه بر معبود اهل دنیا که چیه پرستش میکنن؟ خوراکی ها رو و پوشیدنی ها رو. این معبود اهل دنیاست، پس نه جایز نیست ما رو معبود اهل دنیا سجده کنیم، باید سجدمون بر خاک باشه که علامت تواضع و علامت فروتنی برای خدا هست. ببینید چقدر زیباست. فلا ينبغي، بعد حضرت میفرماید فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجودي على معبود ابناء الدنيا الذين اختروا بغرورها، اونایی که دنیا را دنیا اونا را مغرور کرده، اینا نمیتونه، اینا نمیشه ما روی اون چی که اونا میپرستن که معبود اونا شده ما سجده بکنیم، ما سجده کنیم. خب احسنت باش آقا، میخواستم یه اجازه بگیرم اینجا یه فاصله بگیریم، برگردیم ادامه بحث رو از شما خواهیم شنید. خب عزیزان بیننده، شما رو به دیدن یک میان برنامه دعوت. عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، نظرات خودتون مخصوصا سوالات شرعی خودتون رو از طریق پست الکترونیکی مربوط به برنامه باغ بهشت که زیر نویس میشه با ما در میون بذارین تا از این طریق پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. بله حاج آقا در خدمتتون هستیم. روایت دیگر هم هست، این رو هم بخونیم بریم، اگه سوالاتی در این زمینه هست ان شاء الله جواب بدیم. حتما. یکی این که حضرت امام صادق سلام الله علیه در یه حدیث مفصلی حضرت اینجور می فرمایند از سجود علی الارض افضل لانه ابلغ فی التواضع والخضوع لله عز و جل، سجدگاهمون بر خاک باشه این بهتره از چیزای دیگه که بازم جایز هست. البته پوشیدنی و خوراکی ها که عرض شد اونا معبود حساب میشن برای اهل دنیا و جایز نیست، اما نسبت خاک، چون ما خاک داریم و سنگ داریم و چیزهایی که سجده روش میشه، حتی حضرت آیت الله العظمى حاجی حسین صادق شیرازی میفرماین مثل گچ، مثل سیمان، مثل ریگ، مثل کاغذ خیلی چیزها هست که میشه روش سجده کرد، اما بهترینش همون خاکه. بهترین خاک ها خاک کربلا است، احسنتون. حضرت فهم بهترین اینها خاکه، برای اینکه این در تواضع و خشوع و خضوع انسان برای خدا این رساتر هست و انسان باید در نماز کاری که رساتره برای تواضع هست انجام بده. این یه روایت. روایت دیگه هم هست که حضرت میفرماین سوال میشه که آیا از امام صادق سوال میشه که سجود بر حصیر و بر باریه، حصیر و باریه الان حصیرا پلاستیکی شده، اما سابقا حصیر و باریه را، حصیر را از به حساب نخل خرما، درختای خرما سعف داره که این سعفش خوص داره، از اون خوصا میگرفتن، یعنی برگهای درخت،
اون شاخ برگای درخت خرما رو اینا میبافتن، حصیر بهش میگفتن. وقت یه نوع دیگه حصیر باریه بوده که حصیر باریه از نیای که تر هست، اینا نیای که هنوز خوش نشده اونا رو میگیرن میبافنش میذارن خوش میشه، میشه حصیر باریه. وقت اینا هر دوتاش گیاهه. از حضرت میپرسن که سجود بر اینها چطوره؟ حضرت میفرمایند که اشکار نداره، چون اینا بازم از زمین میرویه، چون اونجا گفتن حضرت صادق فرمودن که زمین اون چی که از زمین میرویه، ولی به شرطی که خوردنی نپوشیدنی باشه نخوردن. حضرت فرمودن اشکار نداره، ولی ان یسجد علی الارض احب الیه، ولی اگر رو خاک سجده کنید، رو زمین سجده کنید که پیغمبر فرمود زمین خدای متعال برای من سجدگاه قرار داده، رو زمین سجده کنید احب الیه، محبوب تر نزد من. چرا؟ فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یحب ذلك، پیغمبر خدا دوست داشتن که سجده شون روی خاک باشه. کان یحب ذلك ان یمکن جبهته من الارض، پیغمبر خدا همیشه سعی بر این داشتن که پیشانی خود را رو خاک بزنن، لذا زمین مسجدشون در مدینه که مسجد را آماده کردن تا آخری که پیغمبر از دنیا رحلت فرمودن زمینش خاکی بوده و را همون خاکای مسجد سجده می کردن. به این که پیغمبر دوست داشتن روی خاک سجده کنن نشان دهنده اینه که خداوند تبارک و تعالی دوست دارن که بندش روی خاک سجده کنه. بله، یعنی خوشنودی خدا در اون هست و مورد پذیرش هست. و آقا امام صادق می فرماین چون پیغمبر خدا دوست داشتن، فانا احب لك ما كان رسول الله صلی الله علیه و آله يحبه، منم برای شما که دارید سوال میکنید روی حصیر سجده کنم، میگم نه، بهتره که روی خاک. و چون پیغمبر دوست داشتن روی خاک سجده کنن و به خاطر همین هست که من چیزی را که پیغمبر دوست داشتن برای تو دوست میدارم که انجام کنم. این وقتا یه پیامیه برای مسلمان ها که رو خاک سجده کنن. حتی برادران مخالف اینا واقعا ببینن که یعنی فرمایش پیغمبر جعلت لی الارض مسجد نطاره اونا هم طوره و آتشون آوردن. اگر بخوان هم رو خاک هم سجده کنن عمل به احتیاط براشون، یعنی براشون اشکال شرعی نداره، اگر یعنی به فتوای خود بله، چون تو بزرگاشون نوشتن که پیغمبر ولی خب که سجدگاه من زمین هست. بله، این روایتی که خواستیم بخونیم. حالا اگر سوالاتی در این زمینه هست حاج آقا، از برنامه قبل یه چند تا سوال موند. ما یه چند تا سوال از شما پرسیدیم درباره این که مکان غسلی چجوریه و کسی که در اون مکان نماز میخونه، چند تا سوال از شما پرسیدیم. این سوال امروز به عنوان حسن شروع میخواستم از شما بپرسم، این که اگر کسی در ملک شریک باشه آیا میتونه بدون اجازه شریکش در اون ملک نماز بخونه؟ سوال قشنگی، مبتلا به هم هست، خیلی هم سوال میشه. یا مثلا ارث، خونه ارثیه مثلا. ببینید این دو صورت داره. یه وقتیه که حصه و سهم هر یکی از این خونه معینه، خب هر کسی تو حصه خودش میخونه هیچ مشکلی نداره. اما یه وقتی نه، حصه و سهم شریک معین نیست، اینجا بایستی به توافق دیگران باشه، نمیشه بدون با اجازه باید. بله بله. خب حسن دوم، سوال بعدی اینه که اگر کسی خمس و زکات پرداخت نکرده ولی با همون پولی که خمس و زکاتش جدا نشده میره یک ملکی رو میخره، میخواد تو اون ملک نماز بخونه، آیا جایزه؟ خیر، اگر با پولی که خمس بهش تعلق گرفته با همون پول بیاد خونه ای بخره، نه، این همون، چون این یک پنجمش مشاع میشه و میشه مال همون که خدا در قرآن فرموده خمس پنجک، چیزایی که به دست میارید پنجکش مال خدا و رسول است، این یک پنجم مال خدا و رسوله، تا این را بیرون نکنه این خونه مشاعه و نمیتونه توش نماز بخونه، مگر اینکه به حساب خمسشو در بیاره و با حاکم شهر مصالحه کنه که مشکلش حل بشه. شخصی فوت میکنه و خمس بدهکاره، آیا در ملک اون شخصی که فوت کرده میشه نماز خوند؟
این هم سوال خوبیه که گفته میشه. این ببینید شخصی که فوت میکنه اون ملکش دیگه میشه منتقل به ورثه میشه، وقت مادامی که ورثه هنوز تقسیم نکردن این مشاع بین اونها هست، همه با اجازه یک دیگر میتونن تصرف کنن و اونهایی هم که به عنوان مهمان یا مثلا آمدن حال تسلیت تعزیت، اونها هم به عنوان مهمان یا تسلیت دهنده یا زیارت کننده به اندازه متعارف استفاده کردن مشکلی نداره. سوالی که پیش میاد آجا این که شخصی فوت میکنه ولی ورثه صغیر داره، یعنی بچه داره یا دیوانه داره، حالا میشه در این ملک نماز خوند یا حتما باید؟ این هم تقریبا جوابش همون جواب سابقه که اگر به اندازه متعارف باشه مشکلی نداره و اگر مخصوصا ولی یا قیم که بایستی صغیر یا میت قبل از فوتش تعیین بکنه یا اگر میت تعیین نکرده قیم و سرپرست برای اینها، حتما یه نفر که مورد به حساب اتفاق دیگر ورثه هست اون امین هم باشه، اون باید اجازه از مرجع تقلید بگیره که قیم بشه و اگه قیم شد با اجازه او دیگه مشکلی نداره. آقا یکی از سوالاتی که معمولا تو جامعه اتفاق میفته و خیلی ها دارن اشتباه میکنن اینه که مثلا تو یک مکان عمومی زن و مرد دارن نماز میخونن، بعضی خانم ها مقدمه بر آقایون هستن، آقایون مؤخره بر خانم ها هستن، بعضی ها میگن اشکال داره، آیا واقعا این اشکال داره؟ بله اینم سوال خوبیه. برای نماز خوندن مشکلی که نماز رو باطل کنه تقدم زن بر مرد نداره ولی کراهت داره، اما برای رفع کراهت بهتره که زن پشت وایسه اگه مردی جای نماز میخونه، زنها عقبتر مردها جلوتر، این مثلا فرقی نداره که محرم باشه یا غیر محرم باشه، این مسئله تفاوتی نداره، بالاخره هر کی باشه اگر مرد جلو باشه زن خوبه عقبتر او نماز بخونه، و اگرم ناچار باشن که حالا یا مساوی یا مقابل خونده بشه این کراهت داره ولی نماز باطل نمیشه، اما با بودن حجاب یا پرده مثلا یا فاصله 10 ذراع که 10 ذراع تقریبا 5 متر میشه فاصله داشته باشن باز کراهت رفع میشه. آقا این سوالی که میخوام بپرسم خیلی اتفاق میافته، خیلی وقتا میشه وارد رستوران هایی میشه میخوام نماز بخونم شخصی ولی اون رستوران موسیقی پخش میکنه، آیا همزمان با پخش موسیقی میشه نماز خوند؟ به نماز لطمه میزنه؟ البته نماز سفارش شده، حتی اینکه اگه جای قرآن هم خونده میشه چون انسان حواسش پرت میشه میگن در جای باشه که آرام باشه، نظام میگن مسجد بخونید، مشاهد مقدسه بخونید، پس بنابراین صدا نباشه بهتره، و اگرم چیزی حرامی باشه مثل موسیقی و اینا خب اگر انسان جایی دیگه داشته باشه بره نماز بخونه خب بهتره، اما اگر نباشه بتونه امر معروف کنه نه از منکر کنه که اینو ببندن صداشو خیلی بهتره، ولی اگر چاره ای نباشه و وقتی نمازش مثلا تنگه و اینا دیگه خودش حواسشو به نماز بذاره و نمازشو بخونه. خب احسنت و ماجقا، ما میخواستیم امروز اگر فرصت بشه بحث اذان و اقامه رو از بیانات شما استفاده بکنیم، ولی خب فرصت اجازه نمیده، انشالله در جلسات بعدی از حضور شما استفاده خواهیم کرد. شنیدیم بیانات جناب استاد آیت الله فدایی نماینده حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام از الله. نظرات، پیشنهادات، مخصوصا سوالات شرعی خودتونو از طریق پست الکترونیکی مربوط به برنامه باغ بهشت با ما در میون بذارید. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. وعده ما قنوت هر نماز، اللهم اجل لولیک الفرج. الهی یا علی.